سرخط خبرها. حمله لفظی خلیجزاد بالای رهبران شمال. جواب دندان شکن احمد مسعود به خلیجزاد. امریکا به طالبان نه بلکه به شرکای بشری خود پول میفرستیم. زرداری پس از سقوط کابل حملات تروریستی در پاکستان افزایش یافت. دیپلمات پیشین ایران طالبان حقابه هیرمند را به مزرعه کشت مواد مخدر وارد کردند. و خروج آشفته از افغانستان، مجلس صنایع امریکا به وزارت خارجه ضرب الاجل تازه ارائه اسناد تعیین کرد. باید خدا به کسی که رسیده های این چینل خوش آمدید. امریکا با طالبان نه بلکه به شرکای بشری خود پول مفرستیم. جان کبری سخنگوی شورای امنیت کاخ سفید میگوید که امریکا به طالبان پول نمفرستد بلکه به شرکای بشری خود بودجه میدهد و به گونه ای از آن نظارت میکند. این اظهارات کاخ سفید در حال است که سیگار در گزارش اخیر خود گفته است طالبان در کمک های امریکا و سازمان ملل مداخله و سوء استفاده میکند. ادعایی که بارها از طرف طالبان رد شده و این گروه گفته در روند کمک ها با نهادهای امداد رسان همکاری میکند. سخنگوی کاخ سفید افزوده است ما به گونه دوامدار درباره چگونگی مصرف این کمک ها صحبت میکنیم که به کجا میرود و کی از آن سود میبرد و به این کار خود ادامه خواهیم داد. جان کبری در اشاره به تعامل با طالبان گفت که تلاش ها برای بیرون کردن متحدین افغان و خانواده هایشان از افغانستان به منظور رسیدن کمک های جهانی به مردم تعامل مناسب با طالبان ادامه خواهد داشت. حمله دفتنی خلیلزاد بالای رهبران شمال. خلیلزاد: امریکا دیگر حمله نمی کند. رهبران مخالف طالبان باید به کابل برگردند. دو سال پس از سلطه طالبان بر افغانستان، نماینده پیشین امریکا برای افغانستان از رهبران مخالف طالبان خواست به کابل بروند و با طالبان گفتگو کنند. زلمه خلیلزاد در مصاحبه ویژه با رسانه ها گفت طالبان و سایر بازیگران در افغانستان روی حکومت فراگیر و قانون اساسی توافق کنند. آقای خلیلزاد رفتن رهبران مخالف طالبان به کابل و گفتگوی آنها با طالبان بر سر قانون اساسی و تشکیل حکومت فراگیر را یک روش مؤثر خواند. زلمه خلیلزاد پس از ماها مذاکره با طالبان توافقنامه دوحه بین امریکا و طالبان را امضا کرد. در پی این توافقنامه نیروهای بین‌المللی به رهبری امریکا افغانستان را ترک کردند و دولت پیشین افغانستان سقوط کرد. آقای خلیلزاد در مصاحبه با رسانه ها درباره نگرانی های امنیتی و منع فعالیت سیاسی مخالف طالبان در داخل افغانستان گفت که طالبان عفو عمومی اعلام کردند و رهبران بلندپایه حکومت های پیشین از جمله عبدالله عبدالله و کرزی در کابل به سر میبرند. زلمه خلیلزاد گفت که عبدالله و کرزی کشته نشدند. با این حال او تایید کرد که مشکلات برای این رهبران وجود خواهد داشت. پس از سلطه طالبان بر افغانستان، رهبران جهادی، مقامات ارشد حکومت و رهبران احزاب از افغانستان خارج شدند. این رهبران پس از خروج از افغانستان همچنان به فعالیت های سیاسی با تمرکز بر مخالفت علیه طالبان ادامه دادند. نماینده پیشین امریکا از احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز خواست که فعالیت های خود را از داخل افغانستان ادامه دهد. او گفت که راه های مذاکره مستقیم و غیر مستقیم با پادرمیانی ملل متحد و سایر افغان ها با نفوذ در بین طالبان وجود دارد. آقای خلیلزاد در بخش از سخنانش گفت که اگر رهبران مخالف طالبان به این تصور باشند که امریکا بار دیگر بر طالبان حمله کنند و نیروهایشان را برای محافظت از آنها بگمارند اشتباه می کنند و آن دوره پایان یافته است. جواب احمد مسعود به خلیلزاد: معامله دوحه افغانستان را به بستر برای پرورش تروریسم تبدیل کرده است. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت در واکنش به اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد گفته است که معامله دوحه افغانستان را به بستر برای پرورش تروریسم تبدیل کرده است. علی میثم نظری در پیوند با سخنان نماینده پیشین امریکا در امور افغانستان در دیوید نگاشته مذاکرات، معامله و مطابقت عقب‌نشینی که توسط او ترتیب شده بود فاجعه بار بوده و افغانستان را به بستر برای پرورش تروریسم
و بیرون راندن زنان و دختران از زندگی عمومی تبدیل کرده است. مسئول رابط خارجی جبهه مقاومت تاکید کرده است که رابطه خلیلزاد با گروه های تروریستی طالبان در 3 دهه گذشته و تلاش های او برای نشان دادن طالبان در نور دروغین توهین به مردم افغانستان است. آقای نظری علاوه کرده است این نگران کننده است که خلیلزاد با هیچ تحقیقات یا ارزیابی و نتیجه برای اقدام خود مواجه نیست و همچنان به سفید کردن و عادی سازی رژیم ترور و ظلم طالبان ادامه می دهد. جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود توصیه کرده که رسانه ها باید از دادن بستر به چنین افراد که حمایت از آنان که ارزش های کشور را تهدید می کند خودداری کنند. زرداری پس از سقوط کابل حملات تروریستی در پاکستان افزایش یافت. وزیر خارجه پاکستان با اعلام اینکه پس از سقوط کابل حوادث تروریستی در پاکستان افزایش یافته باری دیگر از طالبان خواست که به تعهدات خود عمل کنند. زرداری همچنین تاکید کرده که همکاری و تعامل بین پاکستان و طالبان لازم است. رسانه پاکستانی روز پنجشنبه 19 اسد به نقل از وزیر خارجه پاکستان نوشت اگر طالبان خواهان به رسمیت شناختن دیپلماتیک هستند باید به نگرانی های بین المللی توجه و رسیدگی کنند. پس از سلطه طالبان بر افغانستان تحریک طالبان پاکستان حملات خود را در این کشور افزایش داد. ارتش پاکستان بارها تاکید کرده که تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان پناهگاه دارند. دیپلمات پیشین ایران طالبان حقابی هیرمند را به مرزه کشت مواد مخدر وارد کردند. محسن روحی دیپلمات پیشین ایران در افغانستان گفته است که تصویرهای هوایی نشان می‌دهد که در مسیر منشای آب تا مرز ایران زمین‌هایی که پیشتر خشک بودند به مزرعه سرسبز تبدیل شدند و مواد مخدر حتی در این مرز کشت می‌شود. روزنامه اسلامی روز پنجشنبه 9 اسد گزارش گفتگو با محسن روحی درباره حقابی ایران از رود هلمند را نشر کرده است. وی افزوده است که طالبان در حال حاضر یک کانال انحرافی تازه در بند بخش‌آباد تأسیس کردند که دیگر هیچ آب به سمت ایران نیاید. خروج آشفته از افغانستان. مجلس سنای امریکا به وزارت خارجه ضرب الاجل تازه ارائه اسناد تعیین کرد. مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا می گوید که اسناد ارائه شده از طرف وزارت امور خارجه این کشور در مورد خروج آشفته از افغانستان تکراری و غیر مرتبط است. مکال در اعلامیه ناوقت روز پنجشنبه 19 اسد گفته است مقام های وزارت خارجه که مسئول تهیه اسناد خروج از افغانستان به مجلس سنا هستند باید خود را حداکثر تا 21 اگست برای مصاحبه رونویسیشان حاضر کنند. سپاس که تا ایندم با ما بودید. تا ویدیوی دیگر بدرود.